سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. گاهی اوقات اتفاقات عجیب و غریبی در زندگی میفته که با توجه به احتمالات توضیح دادنشون غیر ممکنه. در این برنامه با هم اتفاقات شگفت‌انگیزی رو در دنیا بررسی میکنیم که باور نکردنی و اسرارآمیزن. پس در ادامه با ما همراه باشید. انزو فراری، بنیانگذار شرکت فراری، در سال 1988 درگذشت. حدود یک ماه بعد، فوتبالیستی به نام مسعود اوزیل به دنیا آمد. اگر به عکس اونها نگاه کنید، فکر میکنید برادران دوقلو هستن. شایدم این تولدی دوباره است. در سال 1898، یعنی 14 سال قبل از غرق شدن کشتی تایتانیک، نویسنده‌ای به نام مورگان رابرتسن در کتاب پوچی داستان غرق شدن یک کشتی به نام تایتان رو نوشته بود. اما فقط نام اونها نیست که باعث ترسناک شدن این اتفاق میشه. هر دو کشتی واقعی و تخیلی غرق نشدنی توصیف شده بودن و ویژگی‌های فنی مشابهی داشتن. به تعداد کافی قایق نجات نداشتن و با یک کوه یخ در اقیانوس اطلس شمالی برخورد کردند. پس از غرق شدن تایتانیک، این کتاب به عنوان غرق شدن تایتان تجدید چاپ شد. آهنگساز مشهور جورج هندل از نظر مکانی همسایه گیتاریست مشهور جیمی هندریکس بود. اما از نظر زمانی دو قرن از هم فاصله داشتند. هندل در لندن و در پلاک 25 خیابان بروک و هندریکس در پلاک 23 خیابان بروک زندگی می کردن. هر دوی اونها موسیقیدانان فوق‌العاده‌ای بودند که تأثیر بسزایی روی پیشرفت موسیقی در دوره خودشون داشتن. دو عجوبه در همسایگی هم با دو قرن اختلاف. اولین کسی که جانش رو در ساخت و ساز سد هوور از دست داد، جورج تیرنی بود که در 20 دسامبر سال 1922 درگذشت. آخرین نفری هم که در ساخت و ساز این سد درگذشت، پاتریک تیرنی، پسر جورج بود. او هم در 20 دسامبر جان خودش را از دست داد. در سال 1895 در ایالت اوهایو دو اتومبیل تصادف کردند. این تصادف از این جهت عجیبه که در اون زمان تولید اتومبیل تازه شروع شده بود و در کل اوهایو فقط همین دو خودرو وجود داشت. متاسفانه در اون زمان تصادف اتومبیل ثبت نمی‌شد و مدارکی از این تصادف باقی نمونده. در بیوگرافی دو رئیس جمهور آمریکایی، یعنی آبراهام لینکلن و جان اف کندی، شباهت‌های زیادی وجود داره. بذارید تعدادی از این شباهت‌های عجیب رو با هم مرور کنیم. هر دو توسط گلوله‌ای که در روز جمعه قبل از جشن به پشت سرشون برخورد کرد کشته شدن. لینکلن قبل از عید پاک و کندی روز شکرگزاری کشته شد. هر دو همراه همسرانشون و یک زوج دیگه بودن. هر دو 4 فرزند داشتن و هر دو دوستی به نام بیلی گراهام داشتن. کندی یک منشی به نام خانم لینکلن و لینکلن یک منشی به نام جان داشت. جانشین هر دوی اونها معاونان رئیس جمهوری به نام جانسون بودن که هر دو جنوبی و دموکرات بودن. در کتاب سرگذشت آرتور گوردون پیم نوشته ادگار آلن پو، ماجرای 4 ملوانی رو میخونیم که از غرق شدن کشتی جون سالم به در بردن و مجبور شدن پادوی کشتی به نام ریچارد پارکر رو بخورن. پو ادعا میکنه که این داستان بر اساس یک ماجرای واقعیه، اما در واقع اینطور نیست. 46 سال بعد از نوشتن این کتاب، یک قایق واقعی غرق شد و خدمه اون بعد از نجات گفتن که پادوی کشتی به نام ریچارد پارکر رو خوردن. این موضوع شایعاتی ایجاد کرد که نویسنده مشهور آمریکایی ماشین زمان داشته. خدا عالمه. در جولای سال 1975، ارسکین لارنس بین 17 ساله، ساکن جزایر برمودا، در حال موتورسواری با یک تاکسی تصادف کرد.
تقریبا یک سال قبل باز هم در جولای برادر ارسکین که او هم 17 ساله بود کشته شد. او هم سوار همان موتور بود و در تصادف با یک تاکسی کشته شد که همان راننده پشت فرمانش بود و حتی همان مسافر را می برد. روزی آنتونی هاپکینز به کتابی به نام دختری از پتروفکا نوشته جورج فیفر نیاز فوری داشت تا برای نقشی که در اون بازی می کرد مطالعه کنه. اون نتونست کتاب رو در هیچ فروشگاهی پیدا کنه، اما بعداً کاملاً اتفاقی یک نسخه از اون رو در مترو پیدا کرد. وقتی هاپکینز بعداً فیفر رو دید، فیفر به او گفت که هیچ نسخه ای از کتابش نداره و آخرین کتابش رو به یکی از دوستانش قرض داده که اون رو در مترو گم کرده. اتفاقات عجیب زیادی هر روزه میفته، ولی بعضی از این اتفاقات هم عجیبن هم اسرارآمیز. به نظرتون آیا میشه توضیحی برای این اتفاقات پیدا کرد؟ پاسختون رو در کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و شاد باشید.